با نام یاد پروردگار یکتا و بی همتا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز برنامه تمدن اسلامی. وقتتان بخیر انشاءالله، هر کجایی که هستین جور و صحتمند بوده و جامعه های صحتمندی و تندرستی را برتن داشته باشید. به یکی دیگر از برنامه های تمدن اسلامی خوش آمدید. بازم جناب دکتر صاحب عبدالصبور فخری با خود داریم و پیرامون یکی دیگر از موضوعات در تمدن اسلامی صحبت میکنیم. قبل از آغاز موضوع و بحثمان، جناب دکتر صاحب وقت شما بخیر، بسیار زیاد خوش آمدید به برنامه تمدن اسلامی. تشکر از شما، سپاس از حضورتان. بینندگان عزیز، در برنامه های گذشته پیرامون موضوعات مختلف و سلسله موارد مهمی را صحبت کردیم پیرامون تمدن اسلامی. حالا هم میپردازیم به علم نجوم و همچنان حیات و نجوم و بحث دیگر هم انشاءالله پیرامون علم طب میداشته باشیم که مسلمانان در کل چه دستاوردهایی داشتن و چه فعالیتهایی را در راستا همچنان انجام دادن. جناب استاد، علم نجوم صحبت میکنیم پیرامون علم نجوم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستمد و نستعین ولا عدوان الا على الظالمین. علم نجوم یا علم هیئت یکی از علومی بود که همواره مسلمانان احساس نیاز بهش میکردن. با آن که علم نجوم از جمله علوم بسیار قدیم است، تمدن مصری ها و تمدن کلدانی ها و تمدن بابلی ها شاید عمر علم نجوم در میان آنها از مرز 3000 سال تجاوز می کند. یعنی قبل از میلاد، میلاد مسیح علیه السلام، شاید 2000 سال قبل علم نجوم در میان انسان ها و در میان تمدن ها به وجود آمد و مردم به مسئله نجوم توجه کردند. این که در آن زمان اسباب و انگیزه های توجه آنها به علم نجوم چی بوده زیاد در موردش نمی دانیم. کتاب های تاریخ و کتاب های تمدن تاریخ یا تاریخ تمدن در این مورد سکوت کرده. بله. صرف به این مورد اشاره کرده که بحث توجه و اهتمام به علم هیئت و نجوم عمر طولانی دارد، ولی مسلمان ها هم وقتی که بر دنیای اسلام، بر جهان آن روز سیطره خود را گسترانیدند، احساس کردند که نیاز است ما نسبت به علم نجوم توجه بکنیم و مسلمانان در موردش آشنایی کامل داشته باشند. و بیشتر انگیزه مسلمان ها در علم نجوم انگیزه دینی بوده، زیرا که مسلمان ها اوقات نماز را از روی نجوم می فهمیدن. حالا جناب استاد، در اون زمان ساعت نبوده؟ در اون زمان ساعت وجود نداشته و تقسیمات روز را هم اینا به شکل درستش نمی دانستن. چنانه که بعدا دست امروز، بعدها وقتی که در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم اوقات نماز را آنها بر از روی علایم تعیین کرده بودند. مثلا زوال، وقتی که وقت زوال تعیین کردن و وقت طلوع آفتاب و وقت غروب آفتاب و وقتی که سایه هر چیز یک برابر یا دو برابر می شود و مغرب و امثال از اینا و همچنان خفتن دا، اینها را پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم از روی علایم تعیین کرده بود، علایمی که در آسمان دیده می شد. ولی علم نجوم بالاخره به مرور زمان وقتی که دایره تسلط مسلمان ها و قلمروشان بسیار وسیع شد که تقریبا میتونم بگویم شرق دنیای اسلام شبه قاره هند شد و غربش هم منطقه موریتانیا و حتی اندلس و اینها، نیاز به این افتاد که اینها در رابطه به اوقات نماز چیزهای بیشتری بدانند و این یگانه وسیله که میتونستن این مسائل را به شکل درست درک بکنند علم نجوم بود. و همچنان چیز دیگری که اونها را زیاد کمک میکرد
مسیر حج بود. اونها باید مسیر حج می دانستند که از یک منطقه وقتی که به طرف حج می روند و باز می گردند این مسیرها را از توسط نجوم اینا تعیین کرده می دانستند. یکی از وسایل بود که اونها می توانستند به وسیله نجوم یا به وسیله علم نجوم راه ها را مشخص بسازند، مسیرها را مشخص بسازند، سمتها را مشخص بسازند، جهتها را تعیین بکنند. این یک وسیله بود که از لحاظ در علم جغرافیا برایشان به کار می افتاد که چطور می توانند مسیر را تعیین بکنند، چون مردم از شرق به طرف جزیره العرب می رفتند، از شمال می رفتند، از جنوب می رفتند، از غرب می آمدند. اینها باید مسیرهای خود معلوم می کردند، حتی جهت قبله را هم اونها غالبا به وسیله علم نجوم پیدا می کردند. بله. وسیله چیز دیگری که انگیزه دیگری که داشتن مسئله رمضان بود. اینا رمضان چطور میافتند که یعنی به اصطلاح اول رمضان و آخر رمضان را تعیین میکردن، مسئله اول رمضان و آخر رمضان را هم از این صورت اینا توانستند که کشفش بکنند. به هر حال در اوایل دوره عباسی علم و نجوم رشد بیشتر کرد یا توجه به علم نجوم در اوایل دوره عباسی بسیار جدی شد. منصور عباسی عده‌ای از دانشمندان را به شکل جدی دستور داد که در عرصه علم نجوم تتبع بیشتر بکنند و تلاش بیشتر بکنند و همین طور ادامه پیدا کرد تا زمان مأمون الرشید که مأمون الرشید از نوادگان منصور به شمار می رفت که نمیتونم بگم نوادهش نبود ولی یک از نوازه چهارم یا پنجمش به شمار میرفت، چهارم غالبا به شمار میرفت. زمان مأمون الرشید دقیقا در سال 210 هجری او به طور مستقیم دستور داد که رصدخانه ها ساخته شود و از طریق رصدخانه ها علم نجوم رشد بیشتر بکند و ستاره ها مورد ترصد قرار بگیرند و حرکت نجوم مشخص بسازند و کیفیت از او را مورد مطالعه قرار بدن و دانشمندان را مکلف کردند که بعضی از کتاب هایی که در علم نجوم نگارش یافته اون کتاب ها را ترجمه بکنند از زبان های مختلف، مخصوصا از زبان های یونانی و سوریانی و زبان های دیگر، زبان قبطی که مثلا سابق وجود داشته از زبان قبطی ترجمه میکردن، از زبان سوریانی ترجمه میکردن، از زبان یونانی ترجمه میکردن، به ترجمه این کتاب ها رو آوردن و عده ای از مترجمین مشهور که در عرصه علم نجوم آشنایی زیاد داشتن و اصطلاحات علم نجوم هم میفهمیدن، آنها مکلف شدن که کتاب هایی که در علم نجوم نگارش یافتند به زبان های دیگر اینها را به زبان عربی در بیارن و همین طور گام های بلند در این راستا برداشته شد که من میتونم بعضی از شخصیت هایی که در عرصه علم نجوم دست بالا داشتند و یا مثلا شهرت بیشتر کسب کردن یا چیره دست بودن اونا را میشه که یک چند تایشون نام بگیرید، برگونه مثال نام بگیرم. قبل از اینکه نام بگیرید جناب استاد، در زمان هارون الرشید ساعت ساخته شد؟ زمان مأمون الرشید رصدخانه ساخته شد. و ساعت در زمان چه کسی جناب؟ ساعت در زمان هارون الرشید ساخته شد. گفته میشه که مثلا در که ساعت سازی به وسیله علم فیزیک مثلا کاربرد داشت. زمان به زمان تقسیم کردن به اوقات مشخص معین. زمان تقسیم کردن رصدخانه‌ای که در زمان مأمون الرشید ساخته شد کمی بیشتر بیشتر در این زمان کار بیشتر صورت گرفت و چون اصل کار در زمان منصور آغاز یافته بود که دومین خلیفه عباسی بود، سنگ تهدابی گذاشته شد، تهداب علم نجوم گذاشته شد و اونا در این عرصه کار کردند و دستور داد که کتاب ها ترجمه شود و امثال از اینا. اینا در جستجوی کتاب های علم نجوم افتادند و تعدادی از کتاب ها را از یونان و روم و ایجایا خواستند به دنیای اسلام و شروع کردن به ترجمه اونها.
این کارهایی بود که در زمان منصور عباسی آغاز یافت و بالاخره در زمان مأمون رشید به اوج رسید که از حالت نظری تبدیل شد به حالت عملی. اونا عملا شروع کردن به کار پژوهش عملی که به اصطلاح رصدخانه تأسیس کردند و این رصدخانه ها به ترصد نجوم می پرداختند و علما و دانشمندانی که در این عرصه قدم های بلند برداشته بودند اونها را عملا مکلف کردند که بیاین از حالت نظری تبدیل شوند به حالت عملی و در عرصه نجوم عملا کار بکنند. حالا تحقیقات یا هم کوشش هایی که در راستا به شکل تیوریک یا نظری صورت گرفته بود جامعه عمل بپوشد. جامعه عمل بپوشد. بله و شخصیت هایی که در این دور چیره دست بودن جناب استاد؟ از او جمله مثلا یک چند نفر رو من نام میگیرم. یک کسی به نام ابو اسحاق زرقالی نام داشت و حسن بن احمد همدانی و شخص دیگر محمد بن ابوبکر فارسی و شخص دیگر به نام محمد بن احمد ابوالعقول یمنی نام داشته و نشوان بن سعید بن سلیم سلامه. اینا چند تا از مشهورترین هایش بودند. البته من در حدود در کتاب هایی را که جستجو کردم بیشتر از 20 نام را یافتم که نام های مشهور بودند در عرصه علم نجوم که من به 4-5 نفر شنه به گونه مثال ذکر کردم که تا از اطالت کلام خودداری صورت گرفته باشه. بله خیلی سپاس جناب استاد. و فعالیت هایی که در این باب البته استاد در باب علم طب صورت گرفت و مسلمان ها دست باز داشتن در باب طب هم جناب استاد؟ خوب در باب طب که اگر باب طب باز بکنیم واقعیت ای است که مسلمان ها خیلی دست بالا داشتن در عرصه طب و طبابت و در علم طبابت تقریبا میتونم بگویم با اساسا طب اگر در مجموع مورد بحث قرار بدیم، تاریخ طب مورد بحث قرار بدیم، با آغاز زندگی انسان علم طب آغاز یافته. همین که انسان در روی زمین به وجود آمده چون بیمار شده و به فکر معالجه خود شده، کسانی بودند که معالجه کرده به وسیله از وسائل به فکر معالجه خود شده که چگونه خودش معالجه بکند. وقتی که به معالجه خود پرداخته به مرور زمان رشد کرده در میان هر قوم و هر ملت و هر تمدنی به مسئله علم طب توجه صورت گرفته و هر کس به مرور زمان تبدیل کردن علم طب از حالت نظری به حالت عملی. البته در ابتدا علم طب جزی از فلسفه به شمار می رفت یا فلسفه و طب با هم آمیخته شده بودند، یعنی تحت نام فلسفه مورد مطالعه قرار می گرفت یا فلسفه و طب با هم خوانده می شدند در مجموع که ما نمونه هایش هم داریم. بالفعل مثلا ابن سینا هم طبیب بود و هم فیلسوف بود، زیرا که این دو علم را مردم از هم جدا نمی کردند، با هم مطالعه می کردند، با هم درس می خواندند، با هم اینا را مورد بحث قرارش می دادند. به او خاطر علم طب به این شکل پیش رفت. اما وقتی که مسلمان ها تسلطشان گسترش پیدا کرد جناب در میان قبل از اینکه در این باب صحبت کنیم که با تسلط مسلمانان در سراسر دنیا و گسترش یافتنش چقدر علم طب هم رشد کرد، میخوایم یک میان برنامه بگیریم. بینندگان عزیز میان برنامه کوتاه داریم، همچنان تمدن اسلامی ادامه داره، با ما باشید و بیشتر صحبت میکنیم در مورد گسترش علم طب در سراسر دنیا توسط مسلمان. باز هم خوش آمدید بینندگان عزیز، ادامه برنامه تمدن اسلامی را از هلال بیننده هست، همچنان با ما باشید و با جناب دکتر سید عبدالصبور فخری پیرامونه علم طب صحبت میکنیم که یکی از دستاوردهای بزرگ مسلمانان هست در تاریخ تمدن اسلام. جناب استاد صحبت کردیم از تسلط مسلمانان به سراسر دنیا و یکی علم طب هم با این تسلط گسترش بیشتر پیدا کرد. خب ما یاد کردیم وقتی که اسلام گسترش پیدا کرد بله در مناطق مختلف به افریقا رفت و به آسیا تا مناطق بسیار دور را تسلط خود در آورد، حتی در منطقه اروپا هم کم و بیش
تسلط پیدا کرد، منطقه صقلیه و منطقه که امروز به نام جزیره سیسیل یادش میکنند و بعضی از مناطق که مربوط به امروز مربوط به یونان میشود به این مناطق دست پیدا کردن. مسلمان ها با تمدن های دیگر، با اقوام دیگر، با ملت های دیگر سر و کار پیدا کردن، با علومی که اونها به او سر و کار داشتن به او ارتباط پیدا کردن و در عین زمان توجه مسلمان ها تبند که با مریضی ها روبرو می شدن بله. به این فکر شدن که چگونه می توانند که از درد و آلام مردم در این عرصه ها بکاهند. به همین خاطر شروع کردن به مسئله ساختن شفاخانه ها و داروها و امثال از اینا. اولین یکی از دانشمندانه که در عرصه طب وجود نام داشت به نام تیازوق طبیب نام داشت. این تیازوق طبیب در سال 90 هجری وفات یافته در زمان اموی ها بله. و اموی ها هم توجهشون به عرصه طب از امو آغاز دوره اموی شروع کردن به مسئله طب و طبابت و طبیبان را مورد عنایت قرار می دادن، مورد توجه قرار می دادن و ولید بن عبدالملک یکی از عمرای بزرگ دوره اموی است که این اولین شفاخانه را در دمشق ساخت به نام شفاخانه مجزومین، به نام شفاخانه مجزومین یادش کرد. و چیز دیگری که اونا داشتن این بود که از زبانهای دیگر که غالبا چیزها را می گرفتن با همان نام می گرفتن. مثلا کلمه بیمارستان و شفاخانه را نامش بیشتر اینا متأثر از زبان فارسی شدن چون با این مناطق ارتباطشون بیشتر بود بله. و بنابراین نام بیمارستان را هم با خود گرفتن از امانت نقل که به نام بیمارستان یا مارستان می گفتن بله. و همین طور در زمان ولید بن عبدالملک که یاد کردم اونها یک شفاخانه را برای مجزومین ساختن. مجزومین یعنی کسایی که مرض جزام اونها را می گرفت و این مرض جزام غالبا مرض ساری بود که از یک انسان به انسان دیگری انتقال میکرد، مثل مانند مریضی کرونا و امثال از اینا، چیچک و کرونا و از این قبیل مسائل. به او خاطر چون جزام یکی از بیماری های مشهوری او زمان بود که مردم سخت از او آسیب پذیر میشدن و همین خاطر بود که ولید بن عبدالملک اولین شفاخانه را در این مورد ساخت. همچنان در زمان عمر بن عبدالعزیز شخصی به نام عبدالملک بن ابجر که طبیب بود این مسلمان شد و در کنار عمر بن عبدالعزیز بود و همیشه از علمش، از دانشش و از تعلیماتی که داشت در عرصه طبابت استفاده صورت می گرفت و همین طور در دوره اموی ها آغاز کار طب و طبابت بود بله. اما در زمان عباسی ها که شد طب و طبابت به اوج رسید. حالا جناب استاد گفته میشه که پیرامون کتاب های ابن سینا فعلا هم تحقیقات صورت میگیره. بله. چیزایی که من اطلاع دارم کتاب های ابن سینا آخرین باری که ترجمه صورت گرفته بالا از کتاب های ابن سینا در سال 1973 بله. آخرین ترجمه که از کتاب طبی ابن سینا صورت گرفته به زبان هالندی ترجمه شده و بعد وقتی که تا از زمان ابن سینا تا به امروز که بیشتر از شاید 10 قرن میگذره در این مدت 10 قرن هنوز هم کتاب ابن سینا جایی را داره که از او خونده شود و مورد استفاده قرار بگیرد و مرجع اطباء و متخصصین باشد که جای خیلی هم جای حیرت است و هم جای افتخار برای مسلمان ها که یک دانشمندشان هنوز هم مورد عنایت دانشمندان دیگر است. و از سوی دیگر هم مسلمان ها کاری که کردن در عرصه طبابت ای بود که شفاخانه های سیار ساختند در زمان عباسی ها به طور اخص کلینیک های سیار ساختن بگویم اگر کلمه شفاخانه را استعمال نکنم کلینیک های سیار ساختن کلینیک های سیاره که ساختن اطباء
مقداری از ادویه مختلف را با خود می گرفتند و به مناطق دوردست که از شفاخانه دور بود، از کلینیک و چیزا دور بودن، با اونجا می رفتن، مردم مورد مداوا قرار می دادن و معالجهشون می کردن در همان جا. و نقطه دیگر ای بود که اولین بار مسلمان ها افتخار ابتکار دواخانه سوزی را دارن. یعنی پیش از مسلمان ها دواخانه وجود نداشته. شاید کسانی می بودند که به شکل انفرادی دواسازی می کردند، دوا می ساختند یا می توانستند دوا را بسازند یا کشف بکنند، ولی به شکل انفرادی صورت می گرفت. اما ای که دکان ساخته شود، مرکز دواسازی ساخته شود، مرکز دوافروشی ساخته شود و همه مردم به او دوافروشی مراجعه بکنند و در اونجا طبیب وجود داشته باشد که مردم معالجه بکند و بعد برش دوا سفارش بده، چنین چیزی در قبل از او وجود نداشت. و آغاز از این کار زمان عباسی ها صورت گرفته. نکته دیگر از جمله دانشمندانی که در این عرصه خیلی دست بالا داشتن یا در عرصه دواسازی دست بالا داشتن و کتاب هایی هم تألیف کرده بودن، یکی به نام علی بن ربن تبری نام داشته و شخصی هم به نام قسطاب بن لوقای بعلبکی و ابوبکر رازی. اینا مشهورترین چهره هایی هستند که در عرصه داروسازی کتاب ها نوشته کردن، کتاب ها تألیف کردن. البته کتابی که ابن سینا هم دارد، ابن سینا بیشتر در مداوای بیماران کوشش کرده و تألیفاتی که دارد بیشتر بود معالجوی دارد، بود دواسازی و ایناش زیاد توجه نکرده، با آن که بیش از 500 مورد از انواع دواها را معرفی کرده. اما در اون زمان قاعدتا این بوده که هر دانشمند وقتی که می آمده در امو عرصه که خودش تخصص داشته در امو عرصه کار می کرده و ابتکارات می داشته. اینا در مجموع کارهایی بود که در عرصه طب و طبابت صورت گرفت. حالا جناب استاد، پس دستاوردها بیاین، از دستاوردها میخوایم که در هر دو باب علم نجوم و علم طب صحبت بکنیم. که پس دستاوردهایی که مسلمان ها طی این قرون داشتن در علم نجوم کدام موارد بوده و همچنان در علم طب؟ دویی که تا فعلا هم تحقیقات، البته در مورد علم طب ما یک بحث دیگریم در آینده میتوانیم داشته باشیم که علم طب، شفاخانه هایی که در تاریخ اسلام ساخته شده و یا تاریخ علم طب را بیشتر مورد بحث و مداخله قرار بدیم که در آینده ها رویش بحث خواهیم کرد. یک روزی را مشخص می سازیم و کارهایی که مسلمان ها در این عرصه کردند یا دستاوردهایی که داشتند در این عرصه، ما او را به یاد شنونده های عزیز ما قرار می دیم. ولی حالا به ابتدا بود چند نکته را که به شکل مختصر است یاد میکنم. اول از امو بخش علم نجوم شروع میکنم. دستاوردهای عمده که داشتن، کتاب های از زبان های مختلف به زبان عربی ترجمه شد، از زبان یونانی، زبان سوریانی، زبان هندی، زبان قبطی، زبان چینایی، زبان فارسی به طور خاص به زبان عربی ترجمه شد. ولی به مرور زمان او کتاب های اولی که ترجمه شد ازشان، او کتاب ها به مرور زمان از بین رفتند چون مورد توجه مردم قرار نگرفتند. در اون وقت چیزی به نام آرشیف وجود نداشت و اگر آرشیفی هم وجود می داشت، مردم این وسائل جدید نداشتند که کتاب ها را نگهداری بکنند یا او انگیزه وجود نداشت. ولی مسلمان ها که کتاب ها را از زبان های دیگر به زبان عربی ترجمه کردند، چون زبان فرهنگ و زبان گویش و زبان تعامل علمی بود زبان عربی، این کتاب ها نگهداری می شد، مورد استفاده قرار می گرفت. ولی به مرور زمان او کتاب های اصلیش از بین رفت، چیزی که به زبان عربی بود ترجمه شده بود ترجمه هایش باقی ماند. و مسلمان ها چه کار کردن؟ این مسلمان ها همین کتاب هایی که به زبان عربی در آورده شده بود، اینا مرجع اول شدند. یعنی کتابی را که در زبان از زبان فارسی به زبان عربی انتقال داده شده بود، دیگر مردم او کتاب اول را نمیشناختند، همین کتاب دوم را من حیث مرجع شناختند. در عرصه طب در این رابطه با کتاب مشخصی به یادم نیست یا در علم نجوم،
ولی این کار صورت می گرفت. ما مثال اگر بگیرم، یک مثال از بخش ادبیات میارم که مثلا کتاب کلیله و دمنه، بله زبان کتاب کلیله و دمنه در به زبان سانسکریت تألیف شده، بعد به زبان قبل از اسلام به زبان پهلوی ترجمه شده توسط یک طبیب ایرانی، از زبان پهلوی توسط عبدالله ابن مخفع به زبان عربی ترجمه شده. نسب سانسکریتی و نسب فارسی قدیمش از بین رفته، چیزی که به دسترس مردم باقی مانده همین نسب که به زبان عربی است. در زمان سامانی ها باز کتاب کلیله و دمنه را از زبان عربی ترجمه شد توسط شخصی به نام نصرالله مستوفی، نام داشته یا منشی نصرالله، که یکی از نویسندگان چیره دست زمان سامانی بوده، از زبان عربی به زبان فارسی معاصر یا فارسی همون زمان خودش به او زبان ترجمه شد. و امروز که کلیله و دمنه که در دسترس ما است، در واقع مرجع اصلیش همان نص عربی است، نه نص پهلوی و نه نص سانسکریتی. بله. و همین عین کار در کتاب‌های نجوم هم صورت گرفت. تعداد زیادی از کتاب‌ها را از زبان‌های دیگر ترجمه کردند به زبان عربی، بعد در زبان عربی باز اینا را یک مقدار اضافات و کم کردند، تصحیح کردند، با او چیزایی را افزودند. بله بله. خیلی چیزای افزوده شد که میتونم بگویم تقریبا مردم به فراموشی سپردن که چی چیزایی از زبان قدیم گرفته شده بود و چی چیزایی را مسلمان ها از خود افزودن. و همچنان چیز دیگری که کردن ای بود که علم نجوم در میان انسان ها حالت نظری داشت، مسلمان ها از حالت نظری تبدیلش کردن به حالت استقرایی، یعنی تبدیل شد نیمه، چون مسئله استقرا و اینا که از درست از بود نظری هم دارد خب، ولی بیشتر بود عملی دارد، مثلا تبدیلش کردن به بود عملی. و چیز دیگری که کار صورت گرفتی بود که پیش از او معمولا کسانی که علم نجوم می دانستن فالبینی می کردن بر اساس شناخت و معرفتی که از علم نجوم داشتن، می آمدن فال مردم می دیدن، در مقابلش پول می گرفتن از مردم و بعض افراد می گفتن که در آینده چه می شوی و چه حالت بالایت رخ می ده و چه وقت می موری و چه قدر زنده می مونی، همسال از این مسائل را می گفتن. ولی مسلمان ها این بازار سر فالبین ها کساد ساختن، زیرا که برش قواعد و اصول وضع کردن، در نتیجه قواعد و اصول آوردن ایره بود علمی دادندش و در مسائل علمی به کارش بردن که راه را بر فالبین ها تنگ ساختند و مجال کوتاه. خیلی سپاس، خیلی سپاس جناب ست از حضورتان به برنامه تمدن اسلامی. خیلی سپاس. سلامت باشه. صحبت خیلی جالبی بود در مورد علم نجوم و علم طب در تمدن اسلامی. بینندگان عزیز، داشتهای برنامه کنونی هم در همینجا به پایان میرسه. این برنامه و سایر برنامه تمدن اسلامی رو میتونید از یوتیوب چینل تلویزیون هلال بدست بیارید و بیننده باشید. تا برنامه بعد همه ایتان را به الله میسپارید. وقت بخیر. الله نگهدار.